اسرائیل به تلافی حمله موشکی به بلندی های جولان که طی آن 12 کودک کشته شدند به مقر حزب الله در جنوب بیروت حمله کرد و گفت که فرماندهی حزب الله را هدف گرفته است. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. نیمه شب گذشته ارتش اسرائیل اعلام کرد توانسته در جریان حمله هوایی به جنوب بیروت و منطقه مورد نفوذ حزب الله لبنان، فؤاد شکر، فرمانده ارتش نظامی این سازمان شبه نظامی مورد حمایت ایران را هدف قرار دهد. بر اساس این بیانیه، فؤاد شکر، دست راست و مشاور سید حسن نصرالله در برنامه ریزی و هدایت عملیات‌های نظامی بوده و به عنوان رئیس واحد استراتژیک حزب الله مسئولیت اکثر سلاح‌های پیشرفته حزب الله از جمله موشک‌ها، راکت‌های دوربرد و پهپادهای این گروه را بر عهده داشته است. دقایقی پس از حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت، یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در بیانیه‌ای گفت حزب الله از خط قرمز عبور کرد. آنطور که گزارش‌ها و تصاویر نشان می‌دهند، ساختمان‌هایی که در جریان حمله هوایی اسرائیل هدف قرار گرفته‌اند، در مرکز محله حار تحرک در منطقه زاهیه در جنوب بیروت است. حار تحرک ساختمانی در زاهیه مرکز جنوب بیروت و 3 کیلومتری فرودگاه واقع شده و از آن به عنوان یکی از پایگاه‌های اصلی حزب الله یاد می‌شود. بیشترین آسیب به یک برج رسیده که به نظر می رسد مستقیماً مورد اصابت قرار گرفته است. بر اساس گزارش های دریافتی، منطقه ای که مورد حمله قرار گرفته یک منطقه پرجمعیت است و در این حمله تعدادی از شهروندان زخمی شدند. وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرد در این حمله 3 نفر کشته و 74 نفر مجروح شدند و جستجو برای مفقودان ادامه دارد. درگیری های نظامی مرزی میان حزب الله و اسرائیل دهه هاست که تقریباً به صورت روزانه وجود دارد و گاه افزایش و کاهش می‌یابد، اما از زمان حمله خونین 7 اکتبر حماس به خاک اسرائیل که موجب کشته شدن 1200 نفر و اسارت حدود 250 نفر دیگر شد، این درگیری ها همواره منبع نگرانی جامعه جهانی از وقوع یک جنگ تمام عیار دیگر میان اسرائیل و حزب الله بوده است. اکنون حمله راکتی به منطقه مجدل شمس در بخش اشغالی بلندی های جولان ممکن است این تنش ها را وارد فاز جدیدی کرده باشد و در عمل یکی از قوی ترین نیروهای شبه نظامی جهان یعنی حزب الله لبنان را وارد جنگی کند که در 10 ماه گذشته محدود به غزه و میان حماس و ارتش اسرائیل و همزمان در منطقه مرزی جنوب لبنان و شمال اسرائیل بوده است. همراه هستیم با آقای سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت. سلام، خوش اومدید به برنامه. آقای شریفی نژاد، تحلیل شما از این حمله و همچنین همزمانی آن با ترور اسماعیل هنیه در تهران و حمله به مرکز هشت و شعبی در عراق چیه؟ وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما بینندگان عزیزتون. ببینید، آنچه که دیروز از در زاهیه بیروت اتفاق افتاد که منجر به کشته شدن 3 نفر که از جمله 2 کودک و بیش از 74 نفر انسان در اتفاقی که ارتش اسرائیل از زاهیه به واسطه آنچه که ترور فاز شکر نقل کرده که تا به این لحظه که با هم صحبت میکنیم حزب الله لبنان طبق بیانیه‌های مختلفی که داده فعلا از کشته شدن این فرد سخنی به میان نیاورده، باعث تغییر تحولات عجیبی در لبنان شده. از جمله این که وزیر امور خارجه لبنان از حزب الله خواسته که جواب کوبنده‌ای رو به اسرائیل بده که موج حملات اسرائیل به لبنان رو متوقف کنه. از اون حزب الله لبنان بیانیه‌های مختلفی رو صادر کرده و از اعلام جنگ نامتقارن در تمام عرصه‌های میدان به میان آورده که باعث شده که فضای هوایی اسرائیل به مدت 48 ساعت بسته بشه. از اون بر حرکت نجبای عراق و هشت شعبی عراق
و از تحولات شب گذشته اعلام بیانیه کردن و از حزب الله خواستن که در صورت حصول جنگ به اونها ملحق بشن. انصار الله یمن هم با بیانیه جدایی که اعلام کرده حمایت کرده از حزب الله در این عملیاتی که هست. حزب الله در یک بیانیه خیلی خلاصه و خلاصه‌وار گفته که اسرائیل اشتباه محاسباتی کرده. اتفاقی که سحرگاه در تهران افتاد، بعضی از نظریه پردازان و تحلیلگران در لبنان به این واداشته که نتانیاهو خواهان گسترش جنگ برای بقا هست، ولی از اون من حزب الله تا الان که داریم با میلاد میکنیم هیچ عملیاتی رو برای پاسخگویی به اتفاقات شب گذشته انجام نداده. ولی منابع محلی و صحبت هایی که بعضی از افراد در روستاها میکنن بله. از تغییر ناگهانی جبهه در جنوب حکایت داره. بله، سپاسگزارم از شما. سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.